با درود خدمت شما مخاطبین عزیز، با اینکه دیگر از برنامه های چالش در خدمت شما هستیم. در این برنامه ما به دو موضوع مختلف، کنگره دهم حزب حکمتیست و صفبندی مبارزاتی معلمان خواهیم پرداخت. در این برنامه در قسمت اول با سیاوش دانشور، رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری حکمتیست هستیم که در رابطه با کنگره دهم حزب با هم صحبت خواهیم کرد. سیاوش دانشور، به شما سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی متشکرم، عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان گرامی برنامه چالش. بفرمایید. سپاسگزارم. خب همونطور که مستحضر هستید بینندگان عزیز، ما خب حزب حکمتیست در رسانه هایی که داره خب اعلام کرد که کنگره دهمش برگزار خواهد شد در ماه اکتبر. اما میخواستم با خود سیاوش دانشور در این رابطه صحبتی بکنم و برای بینندگانمون اگر امکانش داره از توضیح بدن که در واقع در مورد کنگره دهم، نوع برگزاریش و کلیت در واقع کنگره دهم حزب حکمت. بله، جهت آشنایی دوستان و بینندگانی که احیانا با چارچوب های سازمانی و حزبی احزاب اپوزیسیون یا به طور مشخص حزب ما آشنایی نداشته باشم، عرض کنم که کنگره حزب یعنی جمع نمایندگان تشکیلات های حزب هر دو سال یک بار بنابر طبق اساسنامه یا اصول سازمانی حزب تشکیل بشه. کنگره بالاترین مرجع تصمیم گیری هر حزب سیاسی و حزب ما هستش. در کنگره نمایندگان اختیار دارن که تمام سیاست‌های حزب رو عوض بکنن، تغییر بدن برنامه حزب و چیزی رو اضافه بکنن، استراتژی، تاکتیک و سیاست معینی رو بیارن و در این حال کمیته مرکزی حزب برای دور آتی انتخاب میکنن و به اسناد و سیاستایی که در مورد مسائل مختلف به کنگره اومده، قرارها، قطعنامه ها، رأی موافق یا مخالف خودشون رو میدن و حزب در فاصله دو کنگره بر اساس این سیاست ها و طبعا سیاست هایی که در ارگان های عالی دیگه حزبی مصوب میشه کار میکنه. همطور که عرض کردم، کنگره عالی ترین مرجع حزبی هستش و طبق اصول سازمانی اون باید دو سالی بار برگزار بشه. بنابه این که مسئله کووید رو داشتیم، پندمی رو داشتیم در تمام دنیا، ما یک سال عقبیم از این قضیه مثل همه دولت ها و همه دنیا و کنگره نهم ما در اکتبر 2019 برگزار شد، در واقع سال 99 ایران، 98 ایران، و با یه سال تأخیر بنا به تصمیم کمیته مرکزی و شرایط ویژه‌ای که همه مردم دنیا ازش برخوردار بودن، این کنگره در ماه اکتبر در هفته اول برگزار میشه. در مورد کنگره فقط همینقدر میتونم بگم که شرایط خاصی امروز در ایران است. اگرچه کنگره ها یک مناسبت روتین سازمانیه و باید یک اهدافی رو پیش ببره، اما هر کنگره‌ای در شرایط معینی به اصطلاح شکل میگیره و توقع عمومی چه در درون حزب چه در بیرون، درون طبقه کارگر، جنبش های آزادی خانه، اینه که اون جریان معین در اون مقطع معین به سوالاتی که مطرحه و مبارزه اجتماعی طبقاتی برمیگرده بتونه جواب روشنی بده. طبعا انتظار ما هم اینه. در این وقت ما کنگره رو میگیریم، البته حزب از ماه فوریه به اصطلاح به حالت عادی فعالیت برگشته و ابلاغ کرده و همه نهادها و ارگانهای حزبی شبیه دوره عادی و غیر پاندمی دارن کار میکنن و کنگره حزب هم به این ترتیب برگزار میشه. برای تلاش ما اینه که این کنگره بتونه در این حال که یک مناسبتی به اصطلاح تقویمی اساسنامه ای هستش و باید سر وقت برگزار بشه و به کار خودش برسه، در این حال بتونه جوابگوی نیازهایی باشه که به اصطلاح مبارزه مشخص سیاسی در این دوره به حال الزامی میکنه. بله، سپاسگزارم. بخشن شما اشاره کردین به اهدافی که داره این کنگره، اما میخواستم به صورت دقیق تر از شما بپرسم که هدف این کنگره چیست و تفاوت‌ها و اهمیت کنگره در برهه‌ای که درش هستیم نسبت به دوره‌های قبلی چه میتونه باشه؟ هدف کنگره در خود، اولا برگزاری کنگره به عنوان یک مناسبت، این یک هدف در خوده.
که قانونیت داشته باشه، به اصطلاح ارگان های حزبی، نمایندگان حزبی، رهبری حزبی، کمیته مرکزی و بعدا دفتر سیاسی حزب و ارگانهایی که بالاخره حزب دارن هدایت میکنن. این یک مورد. و یک هدف دیگه اینه که بررسی بشه در 2 سال گذشته 3 سال گذشته بالاخره حزب چی کار کرده، به مسائل چجوری نگاه کرده، آیا کار درستی کرده، اشتباه کرده، آیا لازمه تجدید نظر یه جایی بشه یا نه. اینا همه مسائلی که در کنگره باید بررسی بشه. در این حال این امکان ایجاد میشه برای اعضای حزب، برای دوستداران حزب، برای مهمانانی که در کنگره شرکت میکنن که حزب از نزدیک و از بالاخره همراه با بقیه ببینن، ارزیابی بکنن. اینو من در سوال اول فراموش کردم عرض کنم، کنگره ما به صورت علنی برگزار میشه. سنت ما اینه که کنگرهامون رو علنی برگزار میکنیم، مخفی نیستش. به این معنی علنیه که از احزاب سیاسی، از دوستان، از فعالین اجتماعی، کسایی که فکر میکنیم میتونه خوبه، حضورشون مفیده، دعوت میکنیم. حتی کسایی که اختلاف نظر ممکنه باشون داریم و دعوای سیاسی هم کردیم. و هدفمون اینه که کنگره حزب، همونطور خود حزب به عنوان یک پدیده، یک موجودیت در دسترس باشه، قابل قضاوت باشه، بسنجنش، ببیننش، ارزیابیش بکنن و به همه این مسائل. در نتیجه این کنگره در این حال که علنی برگزار میشه، در این حال هم در شکل سوشیال میدیا و به هر حال پلتفرمایی که وجود داره تعداد زیادی هر بار به اصطلاح میتونن دنبال بکنن، همراهش باشن، شرکت کنن. حتی اینو داریم. اما هدف معینتر ما در این دوره، اینه که اگه خیلی خلاصه عرض کنم، ببینید ما داریم وارد یک وضعیت مشخص سیاسی در ایران میشیم و یا شدیم سال هاست و این اوضاع باید یه جوری خاتمه پیدا بکنه. یکی از سوالات مهمی که در جامعه ایران مطرحه اینه که چه جوابی به اصطلاح به مجموعه اعتراضات اجتماعی سیاسی در قبال جمهوری اسلامی برای جامعه بهتر، برای فردا داده میشه. بسیاری در مورد نکات مختلف حرف میزنن، در مورد فقدان سازمان رهبری کننده، در مورد خلأ رهبری، در مورد فقدان تشکل کارگری، در مورد ضرورت سراسری شدن اعتراضات و بسیاری جملات و به اصطلاح عبارات دیگه و تحلیل‌های دیگه وجود داره. واقعیت امر اینه که علارغم اختشاشی که ظاهراً در سیاست ایران وجود داره، مبارزه اجتماعی داره به یه سمتی میره که به بعد از جمهوری اسلامی فکر میکنه جامعه و تمام نیروهای سیاسی روی این بستر دارن امروز کار میکنن. دیگه کسی اون چارچوبای قدیمی تر، حکومتی، شبه حکومتی، اصلاح طلبانه و یا اینکه امید به بالاخره یه ناجی به غرب، پنتاگون و غیره نمونده، یا اگرم مونده بسیار محجوره. در نتیجه تقابل مردم با حکومت به طور کلی و تقابل جنبش‌های اجتماعی با طبقه حاکم به طور اخص، اینا سوالیه که وجود داره. و در این مسیر ما دو تا آینده بیشتر نداریم، یه آینده چپه، یه آینده راسته. یک بازسازی نظام سرمایه‌داری و نظم موجوده به روایت بورژوا، کاپیتالیستا، سرمایه‌داران، و یک بازسازی جامعه است به روایت سوسیالیستا، کمونیستا، کارگرا و برابری طلبان. حزب ما، حزب کمونیست کارگری حکمتی است، در این کنگره و نه فقط در این کنگره، در تمام تاریخش به اصطلاح برای این تلاش کرده که در این جدال بر سر قدرت سیاسی، بر سر یک آینده بهتر، بر سر یک پیروزی سوسیالیستی بجنگه. و امروز که به این مقطع رسیدیم، ما باید به گرهی ترین مسائل مبارزه طبقاتی و اشکالی که باید حزب بتونه با خودش بپذیره در دوره‌ای که واردش میشیم، دوره کشمکش حادی که داریم واردش میشیم، به اینا بپردازه. ممکنه بخشی از اینا در سطح علنی مطرح نشه و ضرورتی هم ندارد مطرح بشه، کار خود حزب باشه. اما در یک کلام ایجاد آمادگی، آماده شدن، تمام حزب به اصطلاح ساعتاشو با یه به اصطلاح چارچوبی کوب کردن، به سمت یک هدف واحد رفتن و یک سیاست تیز و به اصطلاح درست انقلابی و کارگری و کمونیستی داشتن،
اینا مسائلی که فکر میکنم هر کنگره موفق حزبی تو این دوران یا هر کنگره کمونیستی، هر مجتمع کمونیستی در این دوره و با این اوضاع دنیا و با این اوضاع خاورمیانه و به طور اخص ایران باید بتونه به اینا جواب بده تا حتی بتونه راه پیشرویش رو باز بکنه. بله، در ادامه میخوام از شما بپرسم که خب در رابطه با در واقع پیشبرد مبارزات طبقاتی یا پیشبرد مبارزاتی که در دل جامعه هستش به صورت عموم در جامعه علیه کلیت نظام سرمایه داری که در ایران حاکم هستش به شکل هارش، در این رابطه در واقع این کنگره چه اقداماتی خواهد کرد و چه راهکارهایی رو میتونه ارائه بکنه رو به جامعه؟ به طور قطع هر کنگره اسنادی داره در مورد مسائل مبرم در جهان امروز. خب امروز دنیا داره با جنگ به اصطلاحات دولت‌های سرمایه‌داری، جنگ امپریالیستا برای یک بازسازی جدید جهان و باز تعریف چارچوباش مواجهه. حزب حکمتیز در این زمینه حرف زده، به طور مشخص جنگی که در از اوکراین شروع شده، تأثیرات این مسئله جهانی هستش، بر روی مبارزه کارگری تأثیر میذاره، بر روی صفبندی های جنبش های اعتراضی در دنیا تأثیر میذاره، گذاشته تأثیرات اقتصادی و به حساب مادی بر روی زندگی میلیاردها بشر داره و داشته تا الان. همین امروز بالاخره مسئله قحطی، گرسنگی در بخشی از جهان مطرحه و اعتراضات کارگری علیه سیاست ریاضت اقتصادی داره در خود غرب برجسته میشه. دانش ما دوره جدیدی رو در تقابل سیاسی و طبقاتی در خود دنیای غرب و در کشورهای به اصطلاح دموکراسی در پیش رو خواهیم داشت. این کنگره تلاش داره به پیامدهای این جنگ، به چشم انداز مبارزه طبقاتی و اینکه در این دوره معین چیکار میشه کرد از جمله بپردازه. وضعیت مشخص سیاست سیاسی در ایران یکی از قلمروهای دیگه است که در سوال قبلی عرض کردم، مبارزه ما با جمهوری اسلامی، مسئله سرنگونی، چگونگی سرنگونی، معنای سرنگونی برای به اصطلاح کمونیست و کارگران و اینکه الزامات یه پیروزی کارگری و سوسیالیستی در این جدال و در کشمکش جاری چه هستش، این هم نکته یه که بالاخره باید در سیاست کنکرت تری و آپ تو دیت شده تری عرضه بشه و کنگره بتونه روی این تصحیح بکنه. واضحه در قبال جنبش‌های کنکرت مشخص مثل شاخه‌های مختلف جنبش کارگری و یا بخش‌های به اصطلاح دیگه که اونام به هر حال جنبش کارگری حسابشون می‌کنیم، مثل معلمان، پرستاران و غیره و یا کارگری بازنشسته، اینا ستون فقرات اعتراض هستن و در تمام مفاهیم ما در سیاست، در نمیدونم بررسی اوضاع سیاسی، در پیام‌هامون، اینا این فرضه و به اصطلاح تمام تلاشمون اینه که موانع سازمانگرانه، موانع قوی شدن، موانع به بالاخره یک پرچم روشن سیاسی چپگرایانه و انتقادی رو داشتن در جامعه و موانعی که ممانعت میکنه بسیج و وسیع‌تری از به اصطلاح جامعه رو باعث بشه و شکستن اختناق، اینا چیزاییه که هر حزب سیاسی جدی باید هر روز باش کار کنه و کنگره هم یکی از اون مقاطعی که در قاعده باید تلاش کنیم و ورزا تصحیح کنه. بله، سپاسگزارم. در رابطه با کنگره سوالات من تقریبا تمام شد. اگر نکته اضافه داری که به نظرتون مهم میاد لطفا برای بینندگان شرح بدین، یا اگر نکته تکمیلی نیستش من میخواستم در رابطه با جنبش معلمان هم از شما یه سوالایی بپرسم. اجازه بدین اگه دو سه دقیقه نکاتی رو مطرح کنم. ببینید، در مورد شرایط صحبت کردیم، در مورد وضعیت ملتهب سیاسی ایران صحبت کردیم. جامعه یک لحظه به اصطلاح نمیتونه آروم بگیره، به ناچار داره مبارزه میکنه در سطوح مختلف و هر روز و هر لحظه این اعتراضات داره به یه سطح دیگه میرسه. حکومت هم با تمام تلاش سعی میکنه سرکوب کنه، سعی میکنه عقب برونه و غیره. ما تقریبا صحنه برای همه روشنه باید با چی کار کردینا. حرف من اینه که این دوره دوران تحزبه، این دوره دوران متشکل شدنه، این دوره دوره عمل انقلابیه، دوره دخالت در به اصطلاح سرنوشت سیاسی جامعه و نسل آتیه. در نتیجه حزبیت، ملحق شدن به احزاب،
اینکه شما پرچمی داشته باشین، هدف روشنی داشته باشین، با اون پرچم به جنگ جمهوری اسلامی بری یا در جنگ جاری با جمهوری اسلامی و سرمایه ایران شرکت بکنی بسیار بسیار مهمه. من فراخوان و دعوتم به اصطلاح به کمونیستای ایران، به سوسیالیستای ایران، به کارگران پیشرو، به مردمی که بالاخره در اردوی چپ جامعه خودشون رو معرفی میکنن، آزادی میخوان، برابری میخوان، رفاه و خوشبختی و حرمت انسان رو میخوان، دعوتمون اینه که متشکل بشین. وقتشه که بالاخره دست جمعی با هم یه کاری رو بکنیم که در یه جامعه 85 میلیونی بشه از یک پیروزی انسانیت حرف زد، از پیروزی بشریت حرف زد، و این به تنهایی با تعداد معینی یا شاخه‌ای از جنبش کارگری یا بخشی از کارگران یا بخشی از طبقه کارگر عملی نیست. این یک نیروی اجتماعی وسیع رو میخواد. طبقه کارگری جنبش وسیعه، هر کسی هر جایی هست باید بتونه آستیناشو بالا بزنه، این مبارزه رو تسهیل بکنه، در سازمانگریش، در به اصطلاح چارچوبای فکری، سیاسی، تاکتیکی و غیرش. و حزب سیاسی یکی از نیازهای مبرم این دوره هست. بدون حزب بلشویک انقلاب اکتبری در تصویر نبود، بدون تزای آوریل انقلاب اکتبری میتونه صورت نگیره، میتونه دنیا اصلا به یه سمت دیگه بره. میدونم یه تئوریایی این ور اونور در حاشیه مطرح میشه که دوران احزاب گذشته، دوران سوشیال میدیا است، دوران جنبش های افقی، دوران شبکه هاست و غیره. این به نظر من حتی نمیشه به اینا به این حرف ها سهلنگاری هم گفت. واقعیت اجتماعی اینه که طبقه حاکم تا مغز استخون مسلحه، متشکل، ارگان داره، برای هر چیزی سازمان داره و با اختناق با شیوه های مختلف طبقه کارگر کمونیستا رو از تشکل و حضور اجتماعی و غیره محروم کرده. ما باید کاری بکنیم در یه شرایط نابرابر که بتونیم بالاخره این وضعیت رو تغییر بدیم، و این نیازمند تشکل و اتحاد و پرچم روشن سیاسیه، و اینو فقط یک حزب کمونیستی کارگری میتونه به اصطلاح تضمین بکنه. به هر حال دعوت من اینه که متشکل بشین، به حزب حکمتیست بپیوندین، در این کنگره همراه ما شرکت بکنین، توقعتون رو مطرح بکنین و با هم دیگه بریم برای یه دور دیگه. بالاخره نذاریم طبقات دارا، بورژوازی ایران، نهلهای مختلفش، کل طبقه حاکم با اونایی که سرکارن، اونایی که در اپوزیسیونن، یه بار دیگه سرنوشت مردم ایران رو به یه بالاخره به همین چیزی که بوده در 100 سال گذشته تداوم بدن. امکان تغییر انقلابی وجود داره اگه آدم‌ها اراده بکنن، اگه طبقه کارگر سیاست درستی داشته باشه، و امروز روز اونه. در این چه دعوت ما اینه که به ما بپیوندید، به کنگره بپیوندید، اگه با ما اختلاف دارین بالاخره متشکل بشین، کاری بکنین. ما میتونیم به موازات هم بالاخره به مسابقه جنبش کار بکنیم با هم دیگه، و بتونیم بالاخره در این اوضاع لااقل این استراتژی رو داشته باشیم که سال آتی ما در موقعیت متمایزتری قرار گرفتیم و جمهوری اسلامی در موقعیت به شدت به صورت دفاعی تر و عقب رفته تری. بله، سپاسگزارم. در واقع نکته بسیار مهمیه، حزبیت بسیار مهمه در تشکل، یعنی هر جنبشی جایگاه خودش رو داره. در واقع نمیشه در واقع به طور مثال طبقه کارگر رو و جنبش هاشو با احزاب جاشو عوض کرد یا احزاب رو با آنها. قطعا حزب خودش به عنوان سکویی مهم در خطهی در واقع بخش های مختلف جامعه در یک مبارزات کمونیستی کارگری نقش بسیار مهمی داره که نمیشه ازش گذشت و بالاخره باید بهش توجه داشت. حول این متشکل شد. اما در رابطه با اعتراضات معلمان، خوشبختانه شاهد آزادی چند تن از لیدرهای معلمان بودیم. جنبش معلمان، شورای هماهنگی فرهنگیان ایران، سوران لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه از معلمان همراه با آنیشا اسدالله فعال دانشجوی سابق و فعال کارگری فعلی آزاد شدن. این آزادی رو میشه گفتش که در واقع شکست سناریو سازی جمهوری اسلامی علیه معلمان نامید در وضعیتی که هستش، و در واقع برآورد شما از این قضیه چیه؟ قبل از هر چیزی تبریک میگم به خانواده آنیشا، خانواده مسعود، آقای سوران و بالاخره بقیه دوستانی که آزاد شدن طی این مدت، و همینطور خانواده دوستانی که در زندان هستن. معلمان بدون دلیل دستگیر شدن،
تمام دستگیری جمهوری اسلامی بدون دلیل، اینا کاری نکردن، کارهایی که کردن و چارچوب اعتراضی که داشتن در همون قانونی که بالاخره تو اون جامعه هست مغایرتی با اون نداره، حقشون متشکل بشن، حقشون اعتراض بکنن، حقشون به فقر و بالاخره به عدم رتبه بندی و عدم همسانسازی بسیاری مسائلی دیگه که مطرح کردن اعتراض بکنن. و این دستگیری ها فقط همه میدونن، معلمان میدونن، جمهوری اسلامی میدونه، جامعه میدونه، خانواده‌هاشون میدونن که این دستگیری ها فقط برای ایجاد ارعابه، فقط برای به سکوت کشوندن جامعه است، فقط برای اینه که جمهوری اسلامی بگه کار به کار من نداشته باشیم، من مشغول چپاول و دزدی و سرکوبم باشم و شما لطفا اعتراض نکنید. و اینکه یه تعدادی رو میگیره، سناریو سازی میکنه، پرونده سازی میکنه، خب پیشا پیش مهر شکست به پیشانی این مسئله خورده بود. مقاومت معلمان، قبول نکردن کارگران و معلمان در زندان، خب این پروژه رو به شکست کشوند. و حتی اگه به شکست هم کشونده نمیشد، اینا میتونستن چنین کاری رو انجام بدن، دوباره سناریوی مسخره ای رو، فیلم هایی رو بیارن در تلویزیون نشون بدن، مورد نفرت کل جامعه قرار میگرفتن و در حاله ای از محبت و همبستگی تمام کسایی که با معلمان، با کارگران، با زندانیان سیاسی هستن قرار میگرفتن. این مورد. اما یک مسئله هست به نظر من باید کل جامعه شما بهش توجه بکنه. ما به درست خوشحالیم از آزادی معلمان زندانی، کارگران و برخی زندانیان سیاسی و خوانیم که بقیه هم آزاد بشن، این بسیار خوبه، ما در این خوشحالی شریکیم. اما به نظر من همین جا بمونیم ما ضرر بزرگی کردیم و مسئله رو ندیدیم. نکته اینه که اولا جمهوری اسلامی حق نداره هیچ کسی رو بگیره، هیچ کسی رو محاکمه بکنه، کسی رو محکوم بکنه. توقعمون رو باید اینجا بذاریم. دوم اینکه زندانی سیاسی یعنی چی؟ ما جرم سیاسی نباید داشته باشیم. جرم سیاسی باید لغو بشه، زندانی سیاسی باید برچیده بشه و در نتیجه شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، باید بره بر صدر مسائل. تاکتیک جمهوری اسلامی باید در هم شکسته بشه. قابل قبول نیست که جمهوری اسلامی فلعی بریزه، معلمان، کارگران، فعالین سیاسی رو بگیره و بعد مدتی شکنجه و آزار و غیره، تکوتو با وثیقای سنگین یه تعدادشون رو آزاد بکنه، ما هم به هم دیگه تبریک بگیم، خوشحال باشیم اینا، و همزمان به اصلا 10 نفر دیگر هم توی همون روزا بگیره از فعالین حقوق زن، کارگران، معلمان و بقیه و بقیه، و این داستان ادامه پیدا بکنه. یعنی وقتی شما میسنجین به اصلا دو کفی ترازو رو، ما همیشه تعداد زیادی اسیر در دست اونا داریم و تعداد معدودی با شکنجه، با زندان، با سلول انفرادی، با پرونده سازی، با وثیقای سنگین بعد چند ماه آزاد میشن. تازه اینایی هم که آزاد شدن باید بمونن توی لیست برای دور بعد که دادگاه احضارشون بکنه بهشون یه حکم تعلیقی یا بالاخره قطعی بده. و فراموش نکنین از کارگران چادر مولو تا اعتصاب آذراب و بگیرین جلو دیماه 96، آبان 98، ما هنوز زندانی سیاسی داریم و هنوز این کشمکش بیا برو ادامه داره. به نظر من این بازی رو ما نباید قبول بکنیم. ما ضمن خوشحالی از آزادی معلمان عزیز و اینکه باید همون روز اول آزاد می شدن، نباید دوباره مجدداً دستگیر بشن، ضمن تاکید دو خطی زیر این مسئله میگیم که جنبش‌های اعتراضی باید بتونن این معادله رو بشکنن، این چارچوب باید عوض بشه، نباید اجازه داد به حکومت به اصلا این مانور رو بده و با این مانور دست ما رو نبنده و بالاخره اهداف اینو ما به شکست بکشونیم. چون هدف اصلی این کار اولا محافظه کار کردن تعدادی از معلمان، ممانعت از گسترش جنبش‌های اعتراضی، ترسوندن یه عده است بنا به وثیقه‌ای که در دست دارن که یا حکم تعلیقی که دارن که هر لحظه میتونن زیر حکم برن و این فشارها مجموعاً آدم‌ها رو محتاط میکنه به نفع جمهوری اسلامی و اطلاعات. باید این در هم شکسته بشه. بنابراین حرف ما باید این باشه، زندانیان سیاسی باید آزاد بشن، بی قید و بی وثیقه باید آزاد بشن، علیه این سیاست جمهوری اسلامی چیز کنیم، تلاش کنیم و شعار آزادی زندانی سیاسی رو در تمامی حرکت‌های اعتراضی آگاهانه باید به صد برونیم و به یه فشار واقعی تبدیل بکنیم که جمهوری اسلامی نتونه با این مانورا با خانواده‌ها بالاخره برابر.
بله سپاسگزارم. اما 2 دقیقه از مصاحبه مونده و میخواستم اگر در واقع راهکار مهم در شرایطی که به سمت مهر ماه میریم برای جنبش معلمان به نظر شما چیه در قدم به جلو گذاشتن در شرایطی که هست؟ جنبش معلمان مادام که تابستون مدرسه باز نیست، خب زورشون کمه، اهرامی ندارن و جمهوری اسلامی حمله میکنه، این داستان رو که تو این دوره دیدیم را میندازه. طبعا مجرد این که مدارس باز میشه معلمان به طور قطع خواستاشون رو دنبال میکنن، از خواستایی که از قدیم مطرح کردن تا آزادی زندانیاشون، و به طور قطع با حضور دانش آموزان و خانواده هاشون میتونن بالاخره با اهرام فشاری باشن در کنار اتصابات کارگری که مسائل رو بهتر دنبال بکنن. به نظر میرسه تجربه دور قبل اینو نشون میده، به میدان کشیدن تعداد بسیار وسیع‌تری از نیروی فرهنگیان و دانش آموزان، متکی شدن به تشکل مستقیم کارکنان و معلمان در هر مدرسه، به عنوان مثال مجمع عمومی اونا، و جواب دادن به سوالاتی که بالاخره روزمره در مقابل مبارزشون هست، اینا مکانیزمایی که بالاخره میتونه جنبش واقعی کنونی رو درجه ببره بالا، قدرتمندش بکنه و به درجه ای که قدرتمند میشه بتونه در مقابل تحدیات سرکوبگران و حکومتی و غیره بیسته. بله سپاسگزارم. سیاوش دانشور، اینجا به پایان بینندگان عزیز از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار برنامه خودتون چالش قرار دادید. آرزوی موفقیت دارم براتون. مرسی. سپاسگزارم. بینندگان عزیز، خب اینجا به پایان مصاحبه ما با سیاوش دانشور میرسیم. میریم با هم یک میام برنامه رو میبینیم و پای صحبت هایی که انجام دادیم با ستار رحمانی میشه. بابا باشیم. إن تكتكي تواري أو خلقي برابري طلبا تبدي أشواديا كرنيا مرفق عليهما لزندان وعذابون سفاس وقدر عليك من الحزي عوادك حان وادك عيان تليان خسا بسكيوان يقول يا رجا وري عوانب عجر أو زندان يسياس يانا دنگی دیگر یان های نجیر با جوی کانا دست کدول این فراج کانا او بهی ما ایتی او بفی اتحادی تک تکی معلمان و کرکاران بوا کامان سر بردانا با افتخار و پاتین سو بشاری مریوان من بش بحالی خوام رفیق کانی من بخیر دینو بخیر دینو ایمت سر بله بینندگان عزیز، در رابطه با موضوع صفبندی مبارزاتی معلمان با ستار رحمانی هستیم. ستار رحمانی، به شما درود میگم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من هم به شما و بینندگان تلویزیون درود میفرستم. خیلی ممنونم که منو به این برنامه دعوت. خواهش میکنم. منم سپاسگزارم از حضور شما. همونطور که بینندگان عزیز میدونید، معلمان الان بیش از 1 سال هستش در اعتراضات مستمر هستن و خب این جنبش به عنوان بخش مهم و تاثیرگذار از جنبش های طبقه کارگر در واقع تونسته یک شبکه سراسری رو سازمان بده که خواست های طبقاتی رو بیان بکنه و خواست های کلانی که خواست مشترک بخش های مختلف جامعه هستش. اما حکومت اسلامی چندی پیش ما اعلامیه داریم، اطلاعیه‌هایی دادیم در رابطه با سناریو سازی های نخنمایی که مثل همیشه داشتش علیه این جنبش داشت در واقع سناریو سازی میکرد در صدا و سیما و فعالین بسیاری رو در این رابطه بازداشت کرد، از رسول بداغی، سوران لطفی،
شعبان محمدی و مسعود نیکخواه بخشی از این فعالین بودند. فعالین مثل آنیشا اسداللهی هم از فعالین دانشجوی سابق و کارگری و همچنین رضا شهابی هم سایر این فعالینی بودند که در این سناریو مشخصا سناریو سازی در تلویزیون نشون داد. اما خوشبختانه ما شاهد این بودیم که روزهای گذشته سوران لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه از بخش معلمان در واقع فعالینی که معلمی که بازداشت شدن در رابطه با این سناریو سازی نقدنما آزاد شدن و میخواستم در این رابطه از شما بپرسم که ارزیابی شما از این مسئله آزادی این سه فعال معلم چیه و به نظر شما آیا این سناریو سازی شکست خورده؟ باید تبریک بگیم به هم جنبش کارگری ایران، معلم از جمله معلمان و انسان‌های آزادی‌خواه و شریف در ایران و در سطح جهان برای آزادی این سه عزیز سوران، مسعود و شعبان. به هر صورت اگرچه موقته اما نشون میده که رژیم نتونسته اینا رو تا مدت زیادی دیگه نگه داره، اما خب تعداد زیادی هنوز تو زندان هستن، از جمله اسماعیل عبدی، رسول بلاغی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، ناهید شیرپیشه، ناهید فتلیان، زینب همرنگ، معصومه عسکری، هیوا قریشی و مهدی فتحی، امید شاه محمدی و کابل محمدزاده، پرویز حسنی، هاشم خاصاد، جواد لعلم محمدی، محمد حسن سبه. ببین اینا فعلا باید اینجوری در نظر گرفته، این چند نفری که در دهم و یازدهم اردیبهشت ماه از شورای هماهنگی و همچنین از سندیکای شرکت واحد اینا بازداشت شدن به جرم در حقیقت اینکه با سندیکای فدراسیون سندیکای معلمان فرانسه دو تا از اعضاشون، یکی که مسئول روابط بین‌المللی بود و اون یکی نتاده بوده و اینا به جرم جاسوسی در حقیقت این شخص رو محکوم کردن جمهوری اسلامی و اینا رو دستگیر کرد. از همون روز اول دستگیر، بعد از اینکه این سناریو در تلویزیون پخش شد و همچنین صفحه اول روزنامه کیهان عکس اینا رو انداخت بدون که حتی جرم اینا مشخص بشه با اسامی واقعی، این نشون میداد که رژیم با عجله و دستپاچگی انگار که یه سوژه‌ای دستش اومده، هیچ جور دیگه نمیتونست اینا رو دستگیر بکنه یا سرکوب جنبش معلمان رو سرکوب بکنه، تون تون اومد و سرهم بندی کرد، یه سناریو رو درست کرد و بعدش دیگه خاموش شد. یعنی مشخص شد که به هر صورت این سناریو نتونسته، یعنی در این مدتی که اینا در تکسلولی بودن تحت شکنجه های روانی و جسمی فیزیکی هم قرار گرفتند، رژیم نتونست یک نفر اینا رو مجبور به اعتراف اجباری غیر واقعی بکنه که بگن مثلا ما هدفمون این بود، اون چیزی که تو سناریو نوشته بود با اینا همکاری بکنیم، مثلا رژیم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم. این اون سناریویی بود که اینا درست کرده بودن. اما مسئله اینجاست که با مقاومت همه این عزیزان، چه معلمان، چه از سندیکای شرکت واحد رضا شهابی و حسن سیدی و چه والای زمانی از شرکت نفت، این دیدیم که اینها تن به اون سناریو ندادن و گفتن که کار شما غیرقانونیه، بر اساس حتی قوانین ارتجاعی خود غیرقانونیه و ما را بیش از یک ماه در تکسلی نگه داشتیم، بر اساس قوانین بین‌المللی حتی بیش از 15 روزی زندانی رو در تکسلی نگه داری، این مصداق شکنجه است. خب اینا رو تمدید کردن 2 ماه 3 ماه و حالا هم جعفر ابراهیمی، هم محمد حبیبی، هم رسول بزاقی تو زندان هست که احتمال میدن جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی رو آزاد بکنن که قرار بوده امروز آزاد بکنن، هنوز خبرش نیومده. اما رسول بوداغی اون حکم قدیمی 3 سالش رو
میخوان اجرایی بکنن و احتمالاً رسول بوداغی را به همون بهانه میخوان نگه دارن. اما چرا در این زمان اینا اومدن اینا را آزاد کردن؟ من به نظرم چند تا مؤلفه رو باید در نظر گرفت. اولا وزارت اطلاعات نتونست اون هدفی رو که میخواست بهش دست بیابه و این باعث شد که سپاه، یعنی بخش اطلاعات سپاه با هم در افتادن، به هر صورت یه اختلاف رو دارن. این یک. و دوم این که ما نزدیکیم به باز شدن مدارس. وقتی مدارس باز میشه در 13 مهر یا 5 اکتبر، روز جهانی معلم، همیشه معلمان یه برنامه برای اون روز دارن. بنابراین اینا احتمال میدادن که تجمع سراسری بشه و این خب اون وقت دیگه جلوشون رو شاید نتونن بگیرن. از این زاویه، یعنی و مسئله اقتصادی و اعتراضات مردمی، خود این مجموعه شرایط انفجاری هم هست، اینا گفتن برای اینکه اینا یکم آروم ترش بکنیم، در ضمن اومدن گفتن که رتبه بندی معلمان رو دارن باراندازی میکنن، یه فرم هایی دادن به همه معلمان که این فرم ها رو پر کنید، ما اون رتبه بندی رو برای شما اجرا میکنیم. در رابطه با بازنشسته هم گفتن که بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری، حتی اون همسان سازی رو ما همون با اون 38% برای شما درست میکنیم و امروز در ایلنا این اعلام شده. ببینید این مجموعه، یعنی اولا الان یه عده از معلمان رو درگیر این مسئله کردن که بسیاری از معلمان حتی شورای هماهنگی اخطار داره که این مشخص نیست، این فرم رو پر نکنید. اما چرا این رتبه بندی، مسئله رتبه بندی رو الان مطرح کردن؟ دوم مسئله 38% رو الان مطرح کردن و اینا رو آزاد کردن. این مجموعه به هم ربط داره و اتاق فکر رژیم تصمیم گرفته که برای آروم شدن شرایط این مجموعه رو به هر صورت به هم پیوند بده و این چند نفر موقتا آزاد. بله، سپاسگزارم. خب صحبت کردیم از در واقع این در واقع میشه گفتش که این پیروزی در واقع مقاومت معلمان و حالا دوام مبارزاتی که هستش و وضعیتی که حالا جمهوری اسلامی اون استراتژی که همیشه داره رو میخواد اجرا بکنه به عنوان حالا یک بازدارندگی از مبارزات طبقه کارگر و عدم در واقع پیوست مبارزات طبقه کارگر با معلمان و سایر توده هایی که در اعتراض هستند. اما در رابطه با وضعیت جایگاه کنونی جنبش معلمان، شما این وضعیت کنونی این جنبش رو چگونه میبینید؟ جایگاه کنونی این جنبش رو چگونه ارزیابی میکنید؟ اگه به طور مشخص بخوایم، من به نظرم بی ربط نیست که ما جنبش معلمان رو به جنبش طبقه کارگر رب بدیم. این به نظرم بخشی از اون جنبشه و تأثیر میگیره و تأثیر پذیر هم هست، یعنی از دو جانبه باید صورت بدیم. اگه معضلات و مشکلات این جنبش رو بخوایم بررسی بکنیم، یکی این که هنوز حاکمیت نپذیرفته این تشکلات رو به عنوان تشکلات مستقل و در سناریویی که درست کرد شورای هماهنگی را معاند و به هر صورت غیر قانونی اعلام کرد. بنابراین از منظر حاکمیت این تشکلات رسمیت شناخته نشدن و این کارهای صنفی هستن که بدون این که به این توجه بکنن فعلا در خودشون را نگه داشتن و تشکل معلمان تشکل سراسری است. اما اگه این مقایسه بکنیم با کل جنبش کارگری، من به نظرم باید گفت فقدان یک تشکل سراسری، بستری برای یه اعتراضات سراسری، هنوز جنبش کارگری از اون رنج میبره و حتی معلمان پراکندگیشون از طرف دیگه وجود داره در جنبش کارگری، اما در معلمان به نظرم منسجمتر هست. یکی از نکاتی که روش داره کار میشه در ارتباط با خانواده های دانش آموزان هست، ارتباط پایدار و هدفمند بگیم ما را با جنبش های اجتماعی دیگر، مثلا دانشجویان و بیکاران و جنبش زنان محیط زیست و هاشمی‌نشینان و زاغه‌نشینان، اما از جمله این مجموعه در
15 میلیون خانواده دانش آموز قرار میگیره که 90 درصدشون کارگر هستن یا آشنشین هستن یا زامنشین هم توشون هست. این ارتباط باید هدفمند و پایدار باشه، نه اینکه هیچ نیست روش کار شده و اما به اون نقطه‌ای که بتونه به صورت مستمر جلو بره هنوز وجود نداره. بعد دستمزد به شدت زیر خط فقر. ببینید ما اخیراً تعداد بسیار زیادی از کارگران دیدیم که خودکشی کردن، در بین معلمان هم بود سال قبل، در بین دانش آموزان هم بود در دوران کرونا، و 3 میلیون دانش آموز هم از در حقیقت چرخه آموزش اومدن بیرون. این دستمزد به شدت زیر خط فقر نه تنها روی کیفیت آموزشی شرایط معیشت معلمان تاثیر میذاره، بلکه روی خانواده دانش آموزان هم اثر میذاره. این تورم افزار گسیخته به خصوص مواد غذایی، مثلا گوشت گران قیمت 240,000 تومانه و پایین‌ترین فکر کنم 110,000 تومان متوسط شما حساب کردم. یعنی اگه یه کارگری یه معلمی بخواد 1 کیلو گوشت بخوره یه روز، میشه بالای دستمزدش میشه 181,000 تومان که دستمزد حداقل دستمزد اکنون 130,000 تومان. این مسئله بخصوص مسکن در شهرهای کلان و حمل و نقل بسیار تاثیر میذاره. امنیت شغلی که گفتم، خب تو ناامیدی میره، افقها را نمیبینی و اگر روشن نباشه کارگری، خب میبینیم همه کارگره که دست به خودکشی نمیذارن، میان تو میدون مبارزه میکنن ولی ادهی هم شرایط روحی را ندارن که بیان میدان مبارزه، ناامید میشن، دست به خودکشی و ناهنجاری های اجتماعی در حقیقت به وجود میاد. شرایط کار و سختی کار در اهواز در کارگران نفت دیدیم که با بالای 50 درجه 54 56 درجه دارن کار میکنن، کارگران بیحال شدن. این باید یکی از چیزاییه که یعنی در تمام دنیا کارگرای شرکت نفت قراردادشون اینه که هر زمان که در جهت بالای 50 درجه شد کارگران باید دستمزدشون پرداخته بشه و کار نکنن، اما در ایران اینا به هر صورت مجبورشون میکنن کار بکنن. ما دستمزدهای معوقه کمتر داشتیم سال قبل، بیشتر بالا بردن دستمزدها بود ولی هنوز کماکان این وجود داره. 12 میلیون بیکار داریم، به قول خودشون 14 میلیون، و فقر نسبی و مطلق به شدت داره رشد میکنه. شرایط محیط‌زیست یکی از معضلات طبقه کارگر هم هست در ایران، واقعا به شدت داره آزار میده بسیاری را که آب حتی نوشیدنی ندارن، اعتراض آب اینا رو دیدیم، و جنگل ها از بین میرن و بیماری های گوناگون که درمان رایگان برای اینا نیست. و به هر صورت و یکی از مهمترین اینها معضل حاکمیت سرکوبگر هست، توتالیتر، و در حقیقت هر کی این حاکمیت رو قبول نداشته باشه دشمن شناخته میشه و سرکوب میکنن. اما در مجموع باید بگیم معلمان علارغم این که 230 نفرشون دستگیر کردن و آزاد کردن، بعضی رو بعضی رو احضار شدن دوباره، با این حمله رژیم با این سناریو نتونست اینا رو به عقب واداره و اتفاقا تجربه‌ای شد برای همه فعالین معلمان که گامهاشون رو مستحکم‌تر بذارن و انسان‌هایی هستن که تا دم مرگ وای نیستن سر حقوقشون. بنابراین مهر ماه امسال مهر ماه بسیار خوبی و پرباری برای معلمان خواهد شد، اگرچه نباید فراموش کنیم که اون بخشایی که حاکمیت تقویت میکنه، بخش سازشکار مثل سازمان معلمان و مجمع معلمان ایران اسلامی، اون کمیجان اینا و شورای اسلامی، اینا فکر کردن دست بالشون باز میشه با گرفتن معلم و با این سناریو، اما دیدیم که اینا بدتر به عقب رانده شدن و معلمان گام های بزرگتری رو قصد دارن در شروع مهر ماه مدارس اینا برنامه های
برنامه‌ای دارن برای اینکه بتونن جایگاه خودشون مستحکم‌تر بکنن و در حقیقت سناریوی سوخته رژیم رو یک بار دیگه نشون بدن که اون سناریو از استیصال حاکمیت بوده. بله دقیقاً. اما خب از در واقع یک مهر هم صحبت کردین، در واقع به یک مهر نزدیک میشیم و خب به نوعی میطلبه که مثل گذشته که چه بسا بیشتر هم سازماندهی و تشکلیابی بین شورای هماهنگی و بخش‌های مختلف، چه معلمان حالا اکثرا یا دانشجویان، صورت بگیره در یک مهر. و خب مشکلاتی هست، مشکل‌های حالا صنفی، معیشتی و غیره رو شما از در موردش توضیح دادید و قسمت در واقع تشکلیابی هم به نظر من خیلی مهم هستش که متاسفانه این در واقع به نوعی توازن قوای سیاسی رو میبنده برای بخش‌هایی از طبقه کارگر مثل کارگران، خود کارگران در واقع جنبش کارگری با توجه به مشکلاتی که دارن، تفاوت‌هایی که هستش بین جاهایی که کار میکنن، نوع قراردادی که دارن رسمی و غیره و اینکه بستر برای دوام مبارزات تشکلیابی شاید اصلا به وجود نمیاد برای طولانی مدت که مثل هفت تپه مثلا اعتراض بکنه. اما مشخصا ابتدا خب در رابطه با کارگران چون بحث شد، در واقع من میخواستم در مورد معلمان بپرسم، اما معلمان و کارگران بهتره بگیم که با توجه به معضلات و مشکلاتی که دارن، تفاوت‌های اندیشه هایی که هستش توی بخش کارگری، تفاوت ساختاری بین تشکلیابی هایی که هستش، باید چه کار کرد که تشکلیابی مستحکم تری رو ما بتونیم شاهد باشیم که در واقع یک 11 اردیبهشت دیگری رو حالا به لحاظ سیاسی، چون 11 اردیبهشت به لحاظ سیاسی مهم بود، در واقع کنار زد 12 اردیبهشت حکومتی رو و خب چجوری میتونیم شاهد یک دوباره حضور قدرتمند معلمان باشیم در میدان مبارزه و همچنین طبقه کارگر باید چه کارهایی رو انجام بدن که این تشکل‌ها به صورت بهینه محکم گام به جلو بردارن؟ این سوال سوال اساسی و سوال بسیار جالب و مهمی هست، یعنی معضلیه که همکنون در بین معلمان این مورد بحث قرار گرفته که شیوه مبارزه ما باید به چه سبکی باشه که ما بتونیم به استراتژی که در حقیقت در برنامه‌مون هست به اون استراتژی برسیم. خب این بر اساس ترفندهایی که حاکمیت داره پیش روی معلمان میگذاره، این ترفندها اول خونسا کردن این ترفندها مهمه. مثلا یکی همین بارگذاری رتبه بندی که اخیراً در وبسایتی گذاشتن و از همه میخوان اونو پر بکنن. بسیاری از معلمان سر این موضوع که اصلا مگر شما، ما که 20 سال برای شما کار کردیم، سوالاتی رو مطرح کردیم که انگار شما نمیدونید من معلم در عرض این 20 سال چه خدماتی کردم، مدارک تحصیلیم چیه، یا کجا تشویقی گرفتم یا نگرفتم، دوباره از ما میخواید که همین رو ما پر کنیم؟ آیا این بازی نیست؟ این یکی از بحثاست که برخی از معلمان نادانسته حتی بگیم تم دازن دارم پر میکنن. اینا باید یکی از چیزایی اینه که این مسئله را تفهیم بشه برای همه معلمان و خونساش کنن، یعنی هیچکی این فرم پر نکنه. دوم، همه معلمانی که زندانی هستن بیارن، با تلاش بیارنشون بیرون و دیگه رژیم جرأت نکنه اینا را به خاطر مبارزات صنفی خودشون زندانی بکنه. و اینا در اولویت هست. بعد مسئله بعدی، مسئله کمبودهایی که ما شمردیم، مرتفع کردن این کمبود هاست. یکی از اونها اینه که خب به هر صورت تعدادی از کانون های صنفی هنوز در شورای هماهنگی نماینده ندارن، 24 تا دارن، این باید به 31 برسه. اینا رو باید درست بکنن که در 31 استان اینا داشته باشن نماینده در شورای هماهنگی. بعد اینکه بتونن ارتباط بین، البته وجود داره اولیا، شورای اولیا و
مربیان اسمش رو گذاشتن، این شورا رو تبدیل کنن به شورای معلمان و خانواده ها و بتونن مسائل و مشکلاتی که این دارن رو برای خانواده توجیه بکنن، بهش تفکیم بکنن که وقتی ما میگیم آموزش رایگان چه برای شما داره، وقتی ما میگیم خصوصی میشه چه نفعی. مثلا نمونه همین آزمون دانشگاه، مثال 40 نفر اول دانشگاه از مدرسه خصوصی، این نشون میده که چقدر فرق هست این مسائل که در مدرسه خصوصی هستن با در مدرسه دولتی هستن. یعنی از لحاظ کیفی داریم وقتی میگن که ایدئولوژی نباید حاکم باشه برای خانواده ها، باید این توضیح داده بشه. این پول کتاب و لباس و بقیه، حالا دیگه این هم یکی از مسائلی که روی پای خودشون باید بذارن. و ارتباط با بخشای دیگه جنبش کارگری، خب الان با تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری در ارتباط هستن، باید با تامین اجتماعی خیلی راحت اینا میتونن همراه بشن و حتی با بخشای دیگه جنبش کارگری. خب میبینیم هفته پر الان به خاطر اینکه اسماعیل بخشی رو بیارن سر کار چند روز اعتصاب کردن و مسلماً تا اینکه رو بیارن سر کار اعتصابشون ادامه خواهد داشت و بخشای دیگه طبقه کارگر. خب این ارتباط لازمه و یکی از مشکلاتی که باید حل بشه و همینطور تجاربی که معلمان دارن رو بتونن با بخشای دیگه جنبش کارگری شریک بشن. تو سوال اینجا چجوری معلمان تونستن تشکل سراسری درست کنن، اما مثلا کارگران فولاد که در سرتاسر ایران، حداقل در چند استان ایران کارخانه فولاد دارن، درد و غمشون یکیه، اینا نتونستن مثلا سندیکا یا شورای کارگران فولاد رو ایجاد کنن یا بخشای دیگه جنبش کارگری. اینم یکی از معضلاته. و مسئله اصلی که باید حاکمیت سرکوبگر این دیگه این رو سر جاش بنشونن و میبینیم که برای همین منظور اعتراضات مطالبه‌گر الان تبدیل شده به اعتراضات برای حاکمیت، برای اینکه اینقدر اینا فاصله انداختن بین خودشون با بخشای مختلف جنبش کارگری، از بازنشستگان گرفته، زنان گرفته، محیط زیست گرفته، کودکان کار گرفته، این مجموعه دیگه هیچ اعتمادی به حاکمیت نداره. بنابراین لزوم یعنی ضرورت همبستگی همه اینها برای پس راندن حاکمیت بسیار مهمه. و از زاویه دیگه ببینید، من به نظرم یه ترکی در حاکمیت الان ایجاد شده، این ترک داره روز به روزم گشادتر میشه. حالا با این اپوزیسیون های خارج کشور، اپوزیسیون های غیر کارگری بگیم، خب احزاب کمونیست دفاع میکنن از جنبش کارگری، اما اپوزیسیون هایی هستن که اینا فقط سواری میخوان. یعنی دیدیم که از شورای گذار گرفته تا فرش سلطنت طلبا گرفته تا بخش های مختلف سکولار و ملی دموکرات و ملی مذهبی و اینا، این مجموعه هیچ پایه و اساسی در بین جنبش کارگری نداره. اما یه چیزی داره، اینا به راحتی میتونن با هم یکی بشن، به راحتی میتونن با کشورهای اروپایی پیمان ببندن. و وقتی که مسئله اینه که اگر جنبش کارگری پلتفرم و الترناتیو خودش رو نتونه داشته باشه، اینا میتونن دوباره به در حقیقت سناریو 57 تکرار بشه. برای اینکه اون سناریو 57 تکرار نشه، طبقه کارگر نیاز داره که مهر خودش رو بر تمام جنبش ها بزنه و حتی اگه نتونه به قدرت برسه، نتونه قدرت رو بگیره، اما جایگاهش در یه نقطه ایه که هر کس دیگه بیاد سر کار نمیتونه این جایگاه رو در هم بشکنه و اینا اون وقت میتونن جلوتر برن و مبارزاتشون برای رسیدن به اون استراتژیشون هموارتر بشه. بله، اما دست آخر در واقع میخوام از شما بپرسم، ما خب فعالینی هستیم که در تبعید هستیم، خب شما هم در واقع تشکل خودتون رو دارین و با گروه های مختلف هم میدونم در جریان هستید، چه در سندیکاهای اروپا، انگلیس و جاهای دیگه بالاخره فعالیت دارین در همبستگی با طبقه کارگر.
و حالا معلمان هم همچنین، و دیدم مثلا بیانیه هایی رو صادر کرده بودن و خب مهمه. اما چه کار باید کرد از بعد فعالین خارج کشور؟ در واقع راه درست مبارزاتی، همگرایی با مبارزات طبقه کارگر و معلمان در جهت هم فشار بر حکومت‌هایی که در واقع مماشات می‌کنن با جمهوری اسلامی به عنوان یک بخش دیگری از نظام سرمایه‌داری جهانی که قطعاً در واقع در نقطه مقابل ما قرار دارن، چون بالاخره ما نیروهای چپ و آزادی خواه هستیم، برابری طرف هستیم. چه کار باید کرد در واقع؟ چه هم فشار گذاشتن، چه در حمایت و هم نقش مؤثر بر روی در واقع جنبش‌های طبقاتی، جنبش‌های طبقه کارگر، احزاب چپ و حالا تشکل‌های مختلف یا فعالین این عرصه ها؟ ببینید، آره، این هم یکی از معضلات در حقیقت جنبش کارگری که در سطح بین‌المللی وجود داره. یعنی ما فعالین کارگری هم در حقیقت مشکلاتی داریم و این مشکلات نه از زاویه اینه که یکی از طبقه کارگر دفاع میکنه یکی نمیکنه، اونا جدان. یعنی ما همه مدعی هستیم که از طبقه کارگر دفاع میکنیم، همه هم مدعی هستیم که در سطح بین‌المللی سعی میکنیم که صدای طبقه کارگر باشیم، اما این پراکندگی در بین ما خوب وجود داره. واقعیتش این نیروی ما را تضعیف میکنه و اون تأثیری رو که میتونیم داشته باشیم در سطح جهانی برای حمایت گرفتن از تشکل ها و فعالین کارگری برای جنبش کارگری ایران رو، اون وقت اون تأثیر رو نمیتونیم داشته باشیم. هم اکنون وجود داره. یعنی ما میبینیم مثلا دیوید ادواردز، دبیر آموزش و بریم رفت، که به هر صورت 170 اتحادیه معلمان عضوش هستن، بلافاصله بعد از آزادی سوران میاد توییت میزنه و تبریک میگه و میگه که ما میخوایم بقیه هم آزاد بشن. اینا فعالیت هایی کردن، نامه نوشتن به مقامات کشور خودشون و حتی ایران به خامنه‌ای و اتحادیه معلمان، سه اتحادیه معلمان در اینجا، کلکتیو فرانسه، اتحادیه معلمان حمل و نقل سوئد و معلمان سوئد حمایت کرد. این حمایت ها حالا بشماریم زیاده، در اسپانیا بوده، در آرژانتین و کشورهای دیگه. مسئله اینجاست که مهم اینجاست که وقتی که ما متحد بشیم، اون وقت ما میتونیم کلکتیو های مختلفی رو در سطح بین‌المللی ایجاد بکنیم، مثل کلکتیو فرانسه، که همه اتحادیه همراه با هم بیان و خودشون اقدام بکنن بدون اینکه ما مستقیما باشون تماس بگیریم. از طریق اخباری که ما منعکس میکنیم، یا اخبار به زبانهای آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، هر زبان دیگه، اسپانیایی، بتونیم اینا رو منعکس بکنیم و تحلیل‌های درستی داده بشه در سطح بین‌المللی، اون وقت همین فعالین کارگری، همین انسان‌های بشردوست هم بگیریم، اون وقت دست به کار خواهند شد و مسلماً دولت‌های خودشون رو تحت فشار قرار میدن که ما بتونیم اون بخش غیر کارگری رو دست بالش رو باز نذاریم، هر کاری دلش می‌خواد بکنه. یعنی ما بتونیم در سطح بین‌المللی هم همراهان خودمون رو داشته باشیم که ما از به ما رو تقویت بکنن و در نتیجه ما بتونیم جنبش کارگری رو تقویت بکنیم و در حقیقت به یه همبستگی جهانی برسیم. این اون چیزیه که ایدئالیه که خب ما همه داریم، اما این زمان میبره به نظرم و به هر صورت ما در یه نقطه‌ای به صورت طبیعی و دیالکتیکی در یه پروسه این جنبش کارگری، من منظورم در خارج کشور فعالین کارگری، هم همسو خواهند شد. نشونه های اینو میبینیم بعد از دستگیری این دوستان و معلمان و کارگران، دیدیم که به هر صورت یه سری همگرایی ها هم همسویا شد. همین نقطه امیدیه که میشه شروع کرد و رفت جلو. بله، سپاسگزارم. در اینجا به پایان مصاحبهمون میرسیم. خیلی سپاسگزارم از شما ستار رحمانی که وقتتون در اختیار برنامه خودتون چالش قرار دادید. ممنونم. سپاسگزارم. بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های چالش می‌رسیم. تا چالش دیگر، روز و روزگار بر شما خوش.